باز اینجایی؟ تو برای چه هر جا ما میریم تو هستی؟ مسیرم همین. مسیرت کجاست؟ مسیرم از تو خواب رو زمین. تو خواب رو زمین. خیلی خوب. برای چه خوابیدی رو زمین؟ پاشو ببینم. پاشو. بودو. اون بر. بودو. میری تو راه رو. بله. نگاه میکنی پرنده اونجا پر نمیزنه. بله. امن امن باشه. بله. برو ببینم. چشم. خیالتون راحت راحت باشه. الان میرم همه جا رو سیف سیف میکنم. برو. وایس ببینم. این سیف سیف چیه ای تو میگی امروز؟ سیف سیف یعنی که امن و امینه. نمیخواد همه امن و امن بگو. بله. برو. بیا پای. برو تو آقا. سرتو بکن تو پنجره. تو از اونور دنیا پاشتی اومدی 2000 پول نقد تو جیبت نذاشتی؟ من هیچ وقت پول نقد به خودم نمیارم. نمیفهمه. میگم چرا پول نداری؟ ایرانیا خیلی خوبن. خیلی آدمای خوبی هستن. میگم عزیزم مسئولیت تو رو تو اداره دادن به من. مفهوم فینگلی؟ من فینگلی نیستم. اسمم میلاد شوارتسنره. یه آدم زبون نفهم گیر افتادیم. برو آقا جون تو. من نگاه برو تو بخ بخواب. من میگم که مسئول حفظ امنیت تو هستم. مفهومه؟ شما خیلی مرد خوبی. شما مارچیم گوتنبرگ. چیه؟ قربان همه جا رو سیف سیف کردم. میزنم با ته قنداق این اسلحه تو دهنتو. باز گفت سیف سیف کردم. امنش کردم. کسی نیست اون تو. پرنده تو راه سیف سیف. برو. برو جلو. برو رو کولر. بفرمایید. برو 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 خونه بعد آب گرم نداره. سلام علیکم. آقا شما خوب هستین؟ خوشحال هستین. خوب هستین شما؟ خیلی ممنون. شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. بله هیچ چیزی نیست. هیچ ما می‌خواستیم این آقای کوروش هم آب گرم صحبت کنیم چون گفتن همه هزینه‌شو خودشون میدن. بله کوروش گفته که خودش همه رو تقبل کنه. کوروش خودش تقبل کنه. خب پس چه مشکلی؟ بفرمایید بفرمایید خواهش می‌کنم. ببخشید چیزی شده؟ چیزی نشده نه. برو چیزی نشده نه. اتفاقی ده. سلام. حال شما چطوره آقای؟ بله. سرد قربون. سلام. حال شما. ببخشید. مهمون دارین؟ نه به دلیل مسئله امنیتی نمیتونم توضیح اطلاعات بیشتری درست کنم. یعنی معرفی نمی‌کنی مهمونه به ما نه؟ گرفتاری درست کردم. بابا چه من از کجا بیارم هر دو ماه یه دفعه اینقدر خرجشو باشونه بکنم. اجازه بدین اجازه. آقا کوروش مگه شما خودتون نگفتین که پدرتون تقبل میکنن شوفاش خونه رو درست کنن؟ ایشون که اصلا اعتراض ندارن اصلا داد میزنن عصبانی ان اصلا. اصلا مشکلی وجود نداره من مشکل حل میکنم. شما صحبت نکن مشکل. اجازه بدین شما مشکل حل میکنی. آقا کوروش ببین حالا که اینجور شد خودت میری آدم میاری میدی شوفاشخونه رو تعمیر میکنن هزینه‌ش هم خودت میدی. آقا کی باشم؟ این مهمان دارم من بعدا توضیح میدم خدمتتون. آقا کجا مهمون میاری تو خونه من؟ مسخره کردی خونه من کار رو سر شده. گندشو در آوردی. اجازه بدید آقا پیروز. شما همینجوری عصبانی میشی حرفو عوض میکنی. آقا کوروش از کجا بیاره شخصی خودش هزینه شوفاش خونه بده. شما اینجا صاحب خودش چرا آقا نمیشه زمستونه میرن همون میچان سردشون میشه. خب من چیکار کنم؟ تو راه رو گفتیش که نیه فیس فیس اینجا ازی میدین ما بریم به ببین آخه این مسئله ها بگم برم من آبه گرم ما مربوط نمیشه خانم بله 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 جناب رئیس من به دلیل مسائل امنیتی نمیتونم بگم کجا هستیم فقط میتونم بگم جایی که هستیم کاملا فیس فیسه بله بله خواهش من چون ممکنه تلفن خطش چک بشه من نمیتونم بله ما خودتون یاد گرفتیم قربان زیر دست خودتون درس خون خواهش میکنم قربان خداحافظ شما خداحافظ 30 هتل تو کشورهای مختلف عجب کار آقا 5 میلیون یورو پولیه که برای برادر ایشون تعیین کردن پیدا بشه بله بله البته آرزو من اینه که
برادرم اینجا پیدا کنم تو ایران. آرزو داره. آخه این کار آقا چقدر بامزه حرف میزنه. آدم دلش میسوزه براش. چه خوبیه. این از کجا بلش کردی؟ پدر جان به دلیل مسائل امنیتی اطلاعات بیشتری نمیتونم من در اختیار شما بذارم. خودت لوس نکن. حالا بگو مسئله امنیتی. دوباره میزنم لهت میکنم. پسرم من یک مقدار پول دارم. یعنی سرمایه کنار گذاشته دارم. میخواستم ببینم که اینو میتونم تو هتلای شما به کار بگیرم، مخصوصا از نظر همکاری اقتصادی میگم. همکاری اقتصادی میگه. ببین منظورشون اینه که ایشون میتونن در هتل های شما سرمایه گذاری کنن. یعنی کار کنن. فرش های ایرانی خیلی خوبه. من عاشق فرش ایرانی. فرش ایرانی ما چی میگیم فرش ایرانی. خب ببین منظورشون اینه که در هتل های شما میتونن فرش بیارن بذارن که مثلا همکاری اقتصادی کنن، فرش های هتل شما رو ایشون تامین بکنه. اشلی به فرش ایرانی. اشلی به فرش ایرانی. میگم که آقای میلاد، شما میتونی یه کاری کنید که من از یکی از این دانشکده های برلین یه پذیرش بگیرم بیام اونجا بقیه درسام بخونم؟ دانشگاه؟ من اجازه بدید توضیح بدم. ببینید منظورشون اینه که ایشون اگه بخوان بیان برلین دانشگاه اونجا، یعنی مثلا پذیرش اینا بهشون میده که بیان درس بخونن یا نه؟ مثلا منظورشون اینه. من نمیتونم یک کاری کنم که دانشگاه بهم. البته من هتل زیاد دارم. خیلی هم اتاق دارم. میتونم اصلا یه طرف بله اینه. ببینید چه عالی. واقعا خیلی جالبه. خیلی خوبه. نه ایزابید من تو آلمانی که شما نمیدونی که ایزابید من ترجمه کنم. ایشون میگن که من برای دانشگاه شما هیچ کاری. آخه شما میخوام بریم دانشگاه برلین درس بخونی؟ خب بله اگه بشه، چرا نه. آخه ایشون گفتن که برای دانشگاه برلین شما هیچ کاری از دستشون برنمیاد. یه سری هتل هم دارن که ربطی به دانشگاه باشه. من میرم اون هتل ها میتونم بیرم. گفتم میشه دید. نه 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 آخه هتل که شما همیشه میره هتل، بعد برای دانشگاه میری هتل که دانشگاه چون وقت امتحان کار کنه هتل چند امتحان کار کنه. در البته در ضمن یه سری کارهای عقب افتاده شما در تهران دارین قبل از اینکه بری برلین بعد انجام بدین دیگه. چه کارهایی دارن؟ میگم کار عقب افتاده مثلا ازدواج و فلان و اینا. خیلی بچه لارژیه. شما من ویزا شنگن اونور آب میشه؟ نه اگه ویزا شنگن اونور آبم برات بگیره من نمیذارم. دارن چهار تا بزرگتر دارن صحبت میکنن. ببخشید جناب کارآگاه، میخواستم که از ایشون خواهش کنید که آقا من یه چند تا کتاب هست، کتابای دانشگاهی که ایران پیدا نمیشه. آه. یا بفرستن یا اینکه خودشون از اونجا واسم بیارن. بله عرض کنم خدمتتون که شیبا خانم، ایشون اولا اومدن ایران برادرشون رو پیدا کنن، بعد عزادار پدرشون هستن. بله. ایشون نیومدن اینجا که برن آلمان برای شما کتاب بفرستن. بله. کارای مهمتری ما داریم. بله. کجا میرین؟ آها میلاد خسته است، میخواد استراحت کنه. همه شب بخیر. سر شب دوره همین کجا نکنه. من با این وضعیت نمیتونم اصلا امنیت ایشون رو تضمین بکنم. دوستان شب بخیر. سلام بابا. این موقع شب مغازه چی کار میکنی شما؟ پسرم کوروش، این پسره یه گنجه. ببین پرمونا بهش بگیره ما بارمونو بستیم. بابا مردیم از گشتیم، یه فکری واسه شام بکن. کارت بخوره تو اون شکمت. بابا با حساب سرانگشتی این پسره 30,000 تا اتاق تو هتلش داره. ما دم پای همین پادریاش هم بهش بدیم و بارمونو بستیم کوروش. میخوای زنگ بزنم یه پیتزا بیارم ها؟ یه پیتزا بیارم خوبه دیگه. من میگم بابا جون تو چرا انقدر فکر پیتزایی؟ بچی؟ من باید با این پسره میگم یه قرارداد امضا کنیم کورو. کاری نداره، شما زنگ بزن شوفاش خونه رو بیان درست کنه. الان یه هفته است که تو این خونه حموم نرفته. زنگ زدم به اکبر آقا، فردا صبح میاد درستش کنه. خب دیگه ها، پس زنگ بزنم پیتزا بیارم. آره ولی ما باید ببین، باید ما یه پل به اروپا بزنیم، پل تجاری به اروپا بزنیم. زنگ بزنم پیتزا بیارم. حالا هی بگو پیتزا. بابا جان من که نمیتونم هر شب برای تو یه پیتزا پول بدم که. بابا یه پیتزا من خواستم. میگه به فکر عطیت من یه پیتزا خواستم، چیزی نخواستم که دست دلت میلرزه. ببین ما حتما باید به فکر یه قرارداد باشیم. وای عاشق رو زمین خوابیدم مثل ایرانیای اصل. خیلی خوب حالا بخوابیدیم بابا دیگه نصفش. خیلی هیجان زدنش. بخواب عزیز من بخواب. ساعت بله یه لیست بلند بالا از کلیه کارگاهی که از ایران رفتن برلین در 10 سال اخیر. بله. و کلیه کارگاهی که در 10 سال اخیر از برلین اومدن ایران. بله. تمام کارگاهی که در 10 سال اخیر با میلاد در ارتباط بودن، یه لیست کلی از همشون میخوام. اصلا کلا یه لیست کلی از همه چی میخوام. خب همه اینا رو من باید به تنهایی انجام بدم. من 6 تا دست که ندارم که. من باید مواظب ایشون باشم. افتاد الان. بله بگیرین دستبندو.
میزنی به دست برده. میزنی به دست خودتو میلاد، فهمیدی؟ تا صبحم چشم ازش بر نمیداری ها. قربان شما که میدونید من خوابم خیلی سنگینه، اجازه بدید این دستبند به دست شما بزنم. خیلی خوب، بزن به دست من و میلاد. هر گلی میخوای به سرت بگیری بگی زودتر، صبح میخوام 10,000 تا کار دیگه. کارگاه نخواب. زنگ میزنن، پاشو برو ببین کیه. خورم بگی بخواب، با ما کار ندارم. آیکیو یه کلمه پخته، زنگ خونه ما رو میزنن، با ما کار ندارن. این چیه؟ قربان ببخشین، شما خدای نکرده کار خلاف کردین؟ من رئیستم، برای چی این سوالو میپرسی اول صبحی؟ آخه دستبند زدم به دستمون. بله. این چیه؟ دستبند قربان. دستبند زدی به من و میلاد؟ من نزدم، من زدم. اونمالی چی میگردی قربان؟ قربان. باشه برو در رو وا کن. آخه نمیشه اگه بخوام برم در رو باز کنم باید شما رو با خودم ببرم. برای چی؟ برای اینکه این دستبند دستمونو قربان. خب این کلیدشو باز کن الان با کلید. کلیدش تو اداره است قربان. ای خدا. بله بفرمایید. بابا یه ساعت پشت این درو وایسیدمش که درو وانم کنه بیام تو خود درو وا کنه. بله آقا. چی میگه؟ خب من نمیفهم چی میگه. من ببینم بابا. من پشندی هستم از دایره کشفیات. بله. عجب زبون نفهمی آقا، یه ساعت پشت این درو وایسیدمش که درو وانم کنه بیام تو خود درو وا کنه. زبون نفهم خودتی چطور حرف زدن درو برای چی وا کنم؟ عجب گیر. آقا جون اومدم و آلمانیور ببرم جاش یه ایرانی بدم خدمتتون عوضش کنم. نه آلمانیو رو ببری جاش ایرانی بدی یعنی چی؟ ها والله خب بازش کن. نه یه ساعت گفتم وا کن پشت در وایسیدیم. گوشی میگه آلمانیو رو ببرم جاش ایرانی بذارم یعنی چی؟ منم نمیدونم یعنی آلمانیه چی 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 مزخرفه. چی آلمانی ببری چی چی؟ عجب چی چی گفتی؟ آقا جان گفتم اون آلمانیو رو اومدم ببرم جاش یه ایرانی بذارم. خب آلمانی. گوشی میلاد الان کجاست؟ قربان من فکر میکنم خطری ما رو تهدید میکنه. لو رفتیم. جامون لو رفته. الان چی کنم؟ دارم شلیک میکنم الان. برو. تو برای چی اینجایی؟ تو برای چی اینجایی؟ بابا ما الان هستی چه دستمند زدی به خودتون؟ لا رفتن، فروختنمون، پیردوس، ریختن دم در، فروختنمون. چی داریم؟ چی دستمند زدین چرا به خودتون؟ دستمند کلیدش توی اداره است، باید بریم اونجا بیاریمش. ای بابا چه خبره اینجا؟ شما عصبانی هستی؟ وای خدا گیر کیا افتاد؟ من جوش میخوری ناراحتتم، جوشو نخور تو. بابا چه خبره این تو؟ چرا مزاره باشته رو سر تو؟ بابا ریختن خونه دیگه، لو رفت جامون دیگه. بابا من تا سر خیابون رفتم هیچ کسی نبود. پرندم کارگاه پر نمیزنه. حالا بازم شروعش کنی؟ ای بابا قاطی کردی مثل اینکه حالا این توفه چی هست بیان اینو بگیرم ببرم. پسرم این از توفن بالاتر این یه بانکه. من بانک نیستم، من میلاد شواتسنر. آره عزیزم تو دست گل منی، تو باید پیش ما باشی. من ببین یک دونه کارگاه خار به پایین بره من اصلا ناراحت میشم. ببین یکی از رفیقای من هست دست کلید باغ لواسونشو داده دست من، بگیری خودتونو برسونی باغ لواسون. بابا مگه شما نمیخواییم برین لواسون؟ بیشون بگیم چه با این دستبند برم لواسون؟ خب میخوای چیکارش کنیم؟ شد یه بار این کلید این دستبند رو بذاری تون جیبت؟ بور فکر دارم من یه فکر دارم. بیشیم بینیم بابا یه حوصله داری تو. برای چی فکر داری؟ یه فکر دارم با این اره این دستبند رو باز میکنی؟ باز میکنم. خب عزیز من اجازه بده شاید یه فکری به ذهنش رسیده، بذار بگه. از اینجا دستشو میبارم، خب دستبندم از این ور میارم بیرون. معذرت، خب یه بار دیگه بگو. همین که گفتم از اینجا دستشو میبارم از این ورم دستبندو میارم بیرون به این راحتی. خوبی؟
شوخی میکنه بابا لابود. بذار عزیزم ما کار بذار ما کارمونو بکنی بذار ما کارمونو بکنی. خب چی شد الان؟ آقای جان من چی دنبال چی میگردی تو شرخ رو میکنی یه دو ساعته؟ بذار ببینم یه دو ساعته چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ این سایه؟ اون کلید دستبند. اون کلید دستبند اونجا چی کار میکنه؟ برو من نمیدونستم تو این جعبه کلید. بده من. دار شده. ببینم. ببین این خال منو داره. این داداش منه. بله شما پیدا کردم. وای خاله. چی این چی؟ برادرمو پیدا کردم. این خال منو داره. این داداش منه. داداش. وای خب عزیزم این داداشت نیست. این داداش منه نگاه کن. عزیزم هیجان زده نشو. این داداشت نیست. ربطی هم به تو نداره. اون داداش همون پیدا کرد. وقتی خودش یه چیزی میگه حتما یه چیزی میگه. پای 5 میلیون یورو تو کاره بابا. برادر منه. 5 میلیون یورو؟ آره 5 میلیون یورو داره؟ آره بابا داره وقتی یه چیزی میگه. آره؟ تو داداش کوچیکتر داشتی به ما نگفتی؟ نه قربان من یه داداش دارم اونم سفتر خوفناکه. نمیگیره. ببین تو یه داداش داری که اینه داداشته که این داداشته یعنی منظوره داداش. که یعنی داداش هست این الان افتاد. خب من داداش کوچیک ندارم اگه داشتم که میگفتم دیگه الان باز صدا یعنی اینکه تو یه داداشی داشتی اینجا نشسته بغل داد کرده این داداش 5 میلیون یورو داداش یعنی داداش بگو آره داداش افتاد داداش داداشم طول میکشه این بیفته داداشم پاشین دیگه پاشین بابا دیر میشه ها. بیاین بابا خبرینی بیاین ولش کن اونو هی ماچو مچ ولش کن. شما نمیدونی احساس داداشی چه لذتی داره. خیلی خب ولی نمیخوای احساسش بعد بریم لواسون سوار شین سریع. اصلا نصف هتلامو میدم به شما. آخ داداش نصف هتلاشو میده به این داداش. بابا بجام کار آقا دیر شد دیگه بجام بریم. من میام لواسون بابا تو وایسا در مغازه هیچکی نیست دیگه. کولا لواسون دیگه. خب برو سر کوچه وایسا. خیلی خب برو سر کوچه وایسا تو راه سوارت میکنیم کسی نیست یا نه. من نمیرم من میخوام منو قال بزنی. ای خدا چه گرفتار شده. منو قال بزنی. برو تو آقا پنجره. خودت عصبانی نکن آقا. من میرم تو مواظب خودت. نمیخواد بری بس امن سر کوچه. سوار شیم بینیم بابا. برو بالا بذارش وسط میلادو. برو سوار شو کار آقا دیگه. خاموش کن گیر انداختن مادو. خاموش کن گیر افتادیم. چی شد بابا؟ بخوابید پایین همه. بخواب پایین. آقا مثل اینکه شما زبون خوش حالیتون نمشه. منصف تا حالا لاف خودتون کردین. آره؟ بنده زمین اینا. دکمت رو باکن اینا. یلا! خیلی اون یکی کفشتو درار کفشتو درار اون بر اون یکی کفشتو خالی کن بینم چی توشه. بخواب رو زمین قشنگ. برای چی خوابید رو زمین الان؟ خب خودتون گفتید. پاشو بینه. باشه گیری کردیم مرگرد باشین. اگه فکر کردی میتونی آلمانیه رو ببری کور خوندی. یعنی مگه رو جنازه مرچ. ای بابا خودتون گفتیم. بابا گفتم اون به درد شما نمخوره. ولی دیگه ایرانی سیتون بیارم یا عمری سیتون کار کنه. نه؟ ای آلمانیه رو یعنی بدم ایرانی بگیرم دیگه. من دیوونه هم دیگه. از کی دستور میگیری؟ با کی همکاری؟ حرف بزن. گیری که آقا بابا من این پیردوس خبر کرده بود نه؟ ها پس پیردوس مارمولک تو این ماجرا دستش. برای هم 5 میلیون رو کلتو بکن تو میزنم مغزت بریز رو در ماشین. بابا صبر کن ببینم کار آقا قضیه چیه. بابا این اکبر آقا سلام. تو چرا اینجوری شدی بابا؟ اکبر آقا کیه بابا؟ خب قربونت برام بذار من حرفمو بزنم. حرف بزن.
خب ایشون به ما زنگ زده بود گفت بیا این شیرفلکه آلمانیو عوض کن. والا ما غلط کنم سر خود بیام یه کاری از خودم انجام بدم. شیرفلکه چیه؟ بابا شیرفلکه ببینم سب کن ببینم شیرفلکه آب گل اکبر آقا تو صبح قرار بود چرا حالا اومدی آقا؟ بابا خبر مرگم صبح اومدم اینجا و هی تیراندازی کردن تیر ترقه در کردن سیما گفتن ما لو رفتیم نمیدونم چی تاو شد ایتاو شد خب ما چیکار کنم نه؟ تو از صبح اومد یارو دم در تو بودی؟ آ لوله کشی؟ آ بله نه سب کن کار آقا سب کن سب کن بندی لکه تو بینیم بابا اون بنده تو ببند شما خودت مگه نگفتی آب گرم بالا اشکال داره خیلی خب به آدم خبر بدین که لونه کشمه بودم آب گرمتون رو درست کنه خوشحال هستیم قربون دست پنجت برم آقا بفرم ببخشین ابزار بیا نگاه کن همه این بز اون زیر خوابیدن حل نشدیدین الان این لوله کشه بیاین پایین لباسون منتخیه فایده نرسای جان توی مدیر برنامه میخوای شما این مدیر برنامه این فوتبالیست ها مهدوی کیا وای تاشمیان اشلی به فوتبال ایرانی خیلی خب ما داریم حرف میزنیم حیف که تو وضعت خوبه ولی با این کتاب میزدم مغزت بیا تو حلقه کار آقا با برادرم درست صحبت کنم میزنم یه دونه تو قربونت برم عزیز دلم چرا متوجه نیستی تو ببین سایه جون من هر جوری فکر کنم اینم تو در موقعیتی هستی که یعنی میتونی به من بگی چجوری حرف بزنم قربان. تو اصلا میتونی بزنی تو سر من سایه جان من چنین جسارتی نمی کنم قربان نه عزیزم تو دیگه الان میلیونر شدی و من فکر کنم هیچ کس مناسب تر از من نیست که مدیر برنامه های شما بشه بله مفهومه ببین من میتونم در اولین فرصت همین جایزه 5 میلیون یورویی رو برات وصول کنم بله. به یک حساب مشترک در سوئیس این رو بریزیم بله ببین بله باشه قربان شما رو صدا البته اگه شما صلاح بدونید قربان اگه رئیس بفهمه ما اونو دور زدیم جایزه رو برای خودمون گرفتیم اون وقت برامون بد میشه آی کیو یعنی عزیز دلم ما با این پولی که داریم میتونیم خودمون یه دونه اداره کشفیات بذاریم تو برلین به دوتایی فهمیدی؟ یا ستایی حالا با میلاد همچون داداشته ستایی یه اداره کشفیات اصلا رئیس کیه این وسط رئیس کیه؟ باشه داداش تو موافقی که مدیر برنامه‌مون کارگاه باشه؟ آره هرچی شما میگین برادر دوستان من از این فرصت استفاده کرده مدیر برنامه منو بهتون معرفی میکنم آقای کاراگا پشندی ما روز دوشنبه صبح عازم برلین هستیم و الان میره فرودگاه یعنی بعدن میره فرودگاه ببینیم که کی بلیت هست و دیگه خوشحالیم خوب به سلامتی آقا پس این قرار رو داره امضاش کنیم اجازه بدین عزیزم گفتن مدیر چی بوده امضا کنم مدیر برنامه گفتم داریم کاراگا راست میگه اجازه بده کارهای مربوط به قرارداد خود کارگاه انجام بده آره عزیزم پیردوس پورسانت ما رو کارگاه جان تو خیال راحت پورسانت رو میره میده دیگه بله حالا میتونی امضا کنی اینا اون فرشایی رم که صورت داده بودی اینا همش آماده است فقط به من بگو من به کدوم آدرس برات بفرستم آدرس رو بگو بله برلین کوچه اول طبقه دوم حالا همینه خیلی خب حالا شما اونها رو امضاش کن حالا امضاش کن آره بله بله دست شما درد نکنه میگم که آقای کارگاه پشندی شما قبل از اینکه تشریف ببرین برلین هیچ کار عقب افتادی ندارین اینجوری که با انجام بدین نه کار خاصی به نظرم نمیاد چطور چیزی میخواین براتون بیارم از اونجا نه خیر من چیزی نمیخوام شوارت جان میشه که من به عنوان معاون مدیر برنامه ریزید با شما بیام دیگه آره دیگه نمیشه حتما چی چرا نمیشه آقا جان مدیر برنامه داریم اینجا این میگه اینم میگه حتما هیچ جا تو نمیای راست میگه ما هیچ وقت نباید بدون هماهنگی با کارگاه حرفی بزنیم آره عزیزم بله. مدیر برنامه هستی کوروش جان شما یه کاری بکن شما برو لواسون کنار سد لاتیان بهش خیلی بهت خوش میگذره اون داره میگه بیا اون داره به من میگه بیا شما چی میگی میزنم با ته قنداق این تو دماغت کتابایی که من تهیه کردم قرار شما از آلمان به خودتون بیارید. خواستم ببخشید لیست خدمتتون باشه. شما تشریف ببرید دم دانشگاه اینجا دو تا من میدید بلیط سوار میشید میرید دم دانشگاه. اونجا پیاده جلو دانشگاه تمام کتاب فروشی ها رو میبینید. اتفاقا پیاده روی برای انسان خیلی مفیده. ببین شمایه بچ با این بی خودی هم تو با من بعد آخه. نه آخه وقتی که آدما به پول میرسن اینطوری میشن اصولاً. بی خودی هستم حالا میلا جان این هتل شما دیگه چیز دیگه احتیاج نداره. هتل ما نه هتل شما چیز دیگه احتیاج نداره آقا مدیر برنامه داره هی مستقیم چرا سوال میکنی اجازه بده مدیر برنامه سوال میکنه چیزی گفتی تو گفتم این هتلای شما دیگه چی میخواد چی احتیاج داره اجازه بده مدیر برنامه داره مستقیم اجازه بده پرسیدن که این هتلای شما چی میخواد
میخواد؟ چی دیگه احتیاج داره؟ تلویزیون بد نیست واسه اون. یعنی هر اتاقی من تلویزیون دو تا بذارم خوبه؟ من ضبط هم بذارم. من با داداش صحبت کردم. هتل تازه تاسیسه. همه چیزم میخواد. تلویزیون هم میخواد. هم تلویزیون میذارم هم ضبط تو همه اتاق. پیردوس جان ببین این ساب کن. من هنوز نگفتم چی آقا. عزیزم پورسانت ما که یاد نه. پورسانت ها رو که میگه سرمایه بابای من. بله سرمایه بابای من داره میاد اونجا. من به عنوان حافظ سرمایه پدر میام با شما. دماغ تو نمیتونی بگیری. سرمایه پدرتو میخوای محافظت کنی. صحبت نکن. میریم با اجازه بدید ببخشید تلفنه. اجازه بدید یه لحظه. خیلی وقت گذشته. بله الو سلام علیکم جناب رئیس. چطوری؟ قربونت برم. بله بیام کشفیات حضور کار دارم. چیشی به کشفیات؟ نه عزیزم من اصلا توی در واقع کارم در اداره کشفیات باید تجدید نظر کنم. من حرف میزنم. دارم تجدید نظر. بله صدا تو برا من نمر بینیم بابا والا بینیم بابا. یا واسه من صدا شو ببرده هری چیز کردم وقت کردم سر بهت میزنم. شب بخیر. واسه من میگه حواستو واسه من جمع کن رئیسه. کل اداره شو میخرم. ببخشید یه لحظه آقا کوروش شما چی فرمودین؟ فرمودین شما میخواین تشریف ببرین آلمان؟ بله دیگه. بله بله. من فکر میکنم شما اینجا چند تا کار خیلی مهم دارین که بدون کارتون انجام بدین بعد تشریف ببرین آلمان. آره من این قرقره قلابمو دادم خیابون فردوسی. اگه میشه کارت مغازه رو میدم شما برام بگیرید. آقا من میام من میام من میام من میام. این چیه؟ بله؟ این چیه؟ اون استفانامه به سواد نداری کوری؟ استفانامه به دادم بخونی. استفانامه به بخون. درست صحبت کن کاراگاه. درست صحبت کن کاراگاه. من رئیس تو هم. رئیس همی؟ مواظب حرف زدنت باش. بیزم تو سرت هم. اصلا لیوان تو میشکنم. بیا چی کار داری میکنی؟ اصلا اینو میزنم رو بوم. بیا کلاشو آپا چی؟ آپا چی؟ چیه؟ این فکس همین الان از برلین برای اون رسیده. گویا فردی به نام میلاد شوارتزنر از آسایشگاه روانی برلین فرار کرده و آخرین تماسی که داشته با دفتر ما بوده. از روی تلفن ردشو پیدا کردن. خیلی خوب میتونی بری. ببخشید اسم این یارو چی بود؟ میلاد شوارتزنر. اون یه بیمار روانیه که تا حالا به 25 کشور دنیا برای پیدا کردن برادرش رفته. قرون متاسفانه میتونی بری. برو برو. خیلی خوب. دنیا کوچکتر از اونی که فکرشو میکنی کاراگاه. قربان من میدونی چیه. من یه اجازه بدین من دستتونو ببوسم. نمیخواد. من بذاری سرتونو ببوسم. دست به من نزن. من تقصیر ساعت بود. این مارمولکه من گفتم. این گفت نه این قرار داد تو به اجازه بدین کلتونو ببوسم. برو بیرون. بله من اجازه بدین توضیح بدم. برو بیرون. بله من اجازه خاک تو سر. برو بیرون. از همه تو میخوام تشکر کنم. انقدر من خوش گذشت این وقت در ایران. دمکشین دمکشین آقا ول کن. ما چیه دمکشه دمکشید آقا؟ این فرشای زبون بستر من با آدرس کی فرستادم برلین؟ پیردوس جان هی جیغ نزن بی خود. آقا جان میتونی یه کاری کنی این بدبخت جنساشو پس بگیره یا نه؟ خدا پدرتو بیامرزه یه کاری بکن لااقل من این گرفتاری راحت. اگه من آدرسو نگفتم به شما کوچه اول در برلین طبقه دوم. حالا دیگه میریم برلین کوچه اول طبقه دوم. آقا میشه منم باهاشون بیام که عزیزم دارن میبرنش تیمارستان در اونجا نمیفته. چرا کارگا اینجوری صحبت نکن جلوش بهش بر میخوره. داداش دلم برات تنگ. ولش کن اینا آقا ببرینش اینو. ای بابا چیه الان؟ اصلا این کارت اعتباریه میرم به شما. من دیگه لازم نرم داداش جان برادر عزیزم اینو میدم به شما. استفاده به من آقا جون. من چرا میدیش به این؟ همه دیوونه ها به طور ما میخورن از قرار معلوم. دلم برات تنگ میشه. برات نامه مینویسم. ولش کن اونا. خوشحالیم خوشحالیم خوشحالیم. آقا نزنش کارتش. آقا سب کن کوروش جان. تو این نگاه کن ببین چیزی پولی چیزی از توش دهن میاد یا نه. من اجازه بدین. این کارت اعتباری نیست. کارت عضویت این توی تیمارستان برلینه. تیمارستان برلین؟
یک تیمارستان برلین نشونت بدن. ما چند روز دیگه باید تو آشپزخونه اداره کار کنیم؟ یه هفته. یه هفته. خلال ریز، این خلال سیب زمینیه، این خلال کردی الان. برو، من یه چیزی به فکرم رسید. نمیخواد چیزی به فکرت برسم، دیر شد. همه چیز این خواب و رویا بود. رومانتیک نشو برای من، تا یه ساعت دیگه باید جلو شست کارمند نهار بذاریم، یالا. قربان یه چیزی، من فکر میکنم رئیس خیلی به ما تخفیف داد که ما رو اخراج نکرد. تخفیف داد؟ بله. اگه تو سوابق کاری من تو پرونده منو تو الان اینجا بودی؟ قربان من با داشتن رئیس مثل شما افتخار بکنم. افتخار نمیخواد بکنی، اینو صد دفعه دیگه هم کار به قاب، کار یاد بگی از من کنار تب. بله. سایه؟ بله قربان. امروز نهار چی داریم؟ اداره؟ امروز تو برنامه‌مون قرمه سبزی. برنامه داره امروز قرمه سبزی هست. پس چرا دو ساعت کنار من نشستی سیب زمینی خلال می‌کنی؟ من چی میدونم قربان، شو دیدم شما داری خورد میکنی خلال میکنی، منم دارم خلال میکنم. سبزی قرمه این کو نداریم، باید برم بخرم قربان. ساعت چنده الان؟ ساعت الان 11:30 قربان. ساعت 11:30 سبزی قرمه نداری، باید بری بخرم. خدا ساعت میزنم لهت میکنم ها. پاشو برو سبزی قرمه بگی، نیم ساعت دیگه وقت نداریم، بیشتر سبزی نداره. برو الان ساعت 11:30 صبح که دیگه سبزی پیدا نمیشه. برو برو سلام آقای کاراگا پشندی. سلام. یه لحظه. خیش. قورتش بدین دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوشحالیم. ها خوب هستید؟ آخ. واقعا یک دنیا ممنون آقای کاراگا. خیلی معذرت میخوام، لباسای قشنگتون خاکی شد. ببخشید چی فرمودین؟ لباسای چی چیم خاکی شد؟ قشنگتون. نه بفرما شما، من اینا رو جمع میکنم میام تو. بفرما شما. من جمع میکنم. نه بفرما شما. مرسی، خیلی ممنون. آخ 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 لباسه هاشه. بله سلام، چطوری؟ ساعت تویی؟ بله بله، قربان نمیانه داره؟ نه چرا؟ نه قربان چیزی شده؟ لباسای قشنگم خاکی شد. خاکی شده؟ قربان خطر ما رو تهدید میکنه؟ نه کارت من امرو بزن، من نمیام اداره. بله چشم، کارتتو میزنم. خواهش خدا. کیف دارد کن بیاد. برو بابا نمیدم. نمیدم. کیف دارد بیاد. بله. کیف دارد کن بیاد. نمیدم. استالا ویستا بیبی.
مامان. بابا عزیزم هیچی نیست دیگه، فدای سرت چه دخترم. بابا جون من، تو که خلا خوبه خودت صدمه ندیدی. کیف که ارزش نداره که. آخه کیف مسئله نیست آقای پیردوس، که مسئله اون چیزی که من از دوستم امانت گرفتم تو کیفم بوده، حالا چی بهش بگم من؟ بابا جون گمش که نکردی که، دزدیدن ازت. خانم شیوا اگر خسته ای تخته رو بدید من باد بزنم. ایوا کباب باد نمیزنم که خسته بشم، ما دارم دوستم رو باد میزنم. شما یه خود این طرفتر بشینین هوا بیاد تو. راست میگه کوروش دیگه، بشینی بر بزن باد بیاد. باد زیاد نزن. ای بابا اینقدر تیر اندازه نکن بابا، تمام در دیواره ساختمون رو زخم کردی که. از کدوم طرف؟ از کدوم طرف رفتن؟ از کدوم طرف رفتن؟ بابا لوله و لامصب رو بگیر، اون وقته کی از کدوم طرف در نوسته کسی قرار نکرده دوستان که. دوستان همه بیرون، با تو همه بیرون. اجازه بده کاراگا، مثل این که ما اومدیم خانم آرومش کنیم. همه صحنه رو ترک کنید، صحنه رو ترک کنید، صحنه رو ترک کنید. حالت بهتر شد؟ خوبی؟ بهتری؟ وای وای وزارت میخوام شما گوشتون سنگینه؟ عرض کردم صحنه رو ترک کنید. ایوا مگه شما نمیبینی من دارم دوستم رو باد میزنم؟ کجا برم؟ بهتری؟ خوب شدی؟ نمیخواد دوستتون رو باد بزنید، صحنه رو ترک کنید. ببخشید من نمیتونم این کار انجام بدم، من که دوستم حالش بده، من باید پیشش وایستم. شما نمیتونید اینجا وایستید، صحنه رو ترک کنید. ببخشید بازم. اصلا من از اینجا تکون نمیخورم، میخوام واسم اینجا ببینم شما میخوای چیکار کنی. اون باد بزنتونو بدی؟ نه بفهم خدمت شما. ایوا 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 این چه میتونی کنه؟ حالا میتونید باز باد بزنید. حالا که اینطوری شد جناب کاراگاه، اصلا من همینجا وامیستم تکون نمیخورم. بله ایوا تعریف کنید چی بگم دیگه؟ تعریف کنید چی شد؟ 700 دفعه واسه همه گفتم. نه عصبانی نشید، خودتون رو کنترل کنید، با آرامش تعریف کنید چی شد. همین دیگه، یکی موتوری من کیف من رو قاب زدم، همین. تا 24 ساعت دیگه کیفتون تحویلتون میشه. نه من اصلا نمیخوام شما خودتون رو به خاطر من تو درد سر بزنید. یه امانتی توش بوده من میخرم میذارم جاش. اصلا من اصلا دلم میخواد به خاطر شما بیافتم تو درد سر. شما میخواین به خاطر من بیافتین تو دردسر؟ دوست دارین به خاطر من بیافتین دردسر؟ بله من قبلا هم به خاطر شما تو دردسر افتادم. الو سلام علیکم. بفرمایید. واحد اجراییاته؟ بله امرتون چیه؟ بله قربان، من برای یک عملیات گسترده نیاز به چند هلیکوپتر کبرا دارم. همین. بله تانک چی دارین؟ تانک خوب. تانک؟ بله بله. عملیات مگه مرزی عزیزم؟ آ نه خب اصلا تانکو ولش کن. پس یه 200 نفر 150 تا 200 نفر چترباز خوب میخوام. 200 نفر چترباز؟ بله بله. خب دیگه چی؟ دیگه سلامتیتون همین. خب اینا رو واسه کدوم عملیات میخواید؟ یه عملیاتی است راجع به دستگیری کیف قاب‌های تهران و هومه. بیایید اتاق من لیست بدم، ببرید پیش رئیس. رئیس برای چی؟ ایشون باید پاراف کنن وگرنه اجرا نمیشه. آ خب ولش کن اصلا. اصلا ولش کن نمیخوام. بعدا زنگ میزنم. اینجور موقع اول با رئیس یه هماهنگی بکنیم بعدا زنگ بزنیم. قربان. قربونت برم. چشم. خداحافظ شما. خداحافظ. چیکار کنم؟ کوری؟ نمیبینی رومیز جانیست؟ خب برگردونم انبار قربان. نه خیر بچین اون گوشه بیاد بالا، گوشه پایین بچین. اگه تونست حالا سریع یکم بذار اونجا. اینا رو بعد ظهر میبری میدی دم خونه شقایق خانوم، میچینن تو اتاقشون. قربان برای چی در خونه شقایق خانوم؟ اینا عکس و ایناست مال کیف قاپا، همه رو ایشون میشینن دونه دونه عکس‌ها رو میبینن ببینن کدوم اینا کیفشون رو دزدیدن، بعد که پیداش کردن بلافاصله به ما اطلاع میدن. بله چشم. پس اینا رو ببرم. برو کنار. اینو واسه چی شیکون دیگه؟ سلام میچسبونمش حالا. و چیزی شده؟ واسه چی اینجوری داری منو نگاه میکنی؟ ها؟ شقایق
اصلا کاش که دستم میشکست. خب. بیرون نمیرفتم. این کلاسورم دستم نبود. آه. که این کاغذاش نمیریخت، این آقاه جمع نمیکرد. وا. مگه کاغذات از تو کلاسور ریخته رو زمین، این آقای کاراگا جمعشون کرده؟ آره. ها؟ میگم کاغذات ریخته رو زمین، آقای کاراگا جمعشون کرده مگه؟ حالا بکن، مگه اشکالی داره؟ خب از نظر من که اشکالی نداره، ولی تو ناراحتی آخه. مگه چی شده حالا جمع؟ نه بگو آخه چی نشده اصلا؟ چی نشده؟ نه اصلا بگو چی نشده؟ حالا به خاطر چهار تا کاغذ تلک پلکی که افتاده رو زمین، حالا مدعی شده که من به خاطر شما افتادم تو دردسر. یعنی چه؟ این حرفا چی میزنه؟ مگه تو ازش درخواست کردی که اونا رو رو زمین جمع کنه؟ مگه من بهش گفتم؟ میگه لباسای قشنگم به خاطر شما کثیف شده. آها 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 آهان چی؟ یعنی چی آهان؟ هیچی. خب نمیدونم، یهو فکر کردم که نکنه واسه خاطر چهار تا دونه کاغذ پرپری که رو زمین افتاده ها بهت یهو مثلا یهو پیشنهاد ازدواج بده. خواهش میکنم از این حرفا دیگه نمیزنی ها. خیلی خوب، بریم. مگه من چی خود میکنه همچین فکری بکنه؟ اصلا منو میذارم میذارم میگم آقا، اصلا منو میذارم میذارم میگم من نمیخوام اصلا موضوع کیف و فراموش کنم. ای بابا، یعنی چی آخه این کاری که تو داری انجام میدی؟ اصلا نمیخواد شما تلفن بکنی؟ اصلا از کجا معلوم که اون بیچاره همچین فکری کرده باشه؟ اصلا من از شما میپرسم کدوم آدم احمقی پیدا میشه به واسه خاطر چهار تا دونه کاغذ پرپری به این خانم متشخص مثل شما پیشنهاد ازدواج بده؟ آره شاید همینو. من بابا من شنیدم داری لشکرکشی میکنی پشندی، کجا به سلامتی؟ نه قربان، من لشکرکشی چه، ما دست و پای خودمونو به زور جلو میبریم. پس هلیکوپترهای کبرا رو میخواستی واسه مسافرکشی؟ آره. هلیکوپتر کبرا؟ ببینم دوباره چی شده؟ کیف قاپای تهرون و همه کیف پول صابونت رو دزدیدن؟ نه قربان، ببینید من الان عرض میکنم، من توضیح میخوام بدونم. بله بله. قضیه کیف قاپای تهرون و همه چیه که جناب علی به خاطرش تانک و توپ و غیره رو آوردی؟ بله من توضیح میدم. این ببینید. پرونده رو کی بهت داده؟ ببینید این پرونده متعلق به یک خانومی است به نام خانم شقایق کریمی. شما رو چجوری میشناسه؟ بله بله، عرض کنم که ما در همسایگی ایشان هستیم و ایشان در همسایگی ما. و به هر حال یه جوری بس کیف نامزدتو زدن. میخوای جلوی نامزدت قمپوز بیای؟ نه میخوام یعنی نشون بدم که با کی داره ازدواج میکنه. میخوام این بخششو بدونم. اگه اینطوریه بذار بگم چند تا ناو جنگی در اختیارت بذارم. الهی قربونتون برم، من دیگه شرمنده میکنین جبران. صبر کن. الو. بله بله. تخلفات اداری رو برام بگیر. سلام. کنار پرونده رو سریع جمع کن ببر انبار بذار. برای چی انبار؟ مگه قرار نبود ببرم خونه شقایق خانم؟ قربان این حرفو جای دیگه نزنی ها. پرونده های محرمانه اداره رو میبرن خونه شقایق خانم؟ قربان خودتون گفتید که ببرم اونجا. خیلی خب، الان اداره تخلفات اداری دارن میان اینجا بازجویی کنن از بنده. اگه این پرونده رو ببینن پدرمو در میارن. قربان خطر ما رو تهدید میکنه؟ نه، سایت پرونده رو که بردی میری دو تا بلیط قزوین میخری برای سایت کار بعد از ظهر. چرا همچی میکنی؟ قربان بالاخره سر عقل اومدی؟ نه، شب بر میگردیم. برای چی قربان؟ میریم پیش استاد. استاد؟ حالا بگیم علم رقی گذاش. میریم پیش استاد. بله، بریم پیش استاد چی کار کنی؟ به شقایق خانم قول دادم تا فردا بعد از ظهر کیفشو بهش تحویل بدم. خب بله. خب کیف شقایق خانم پیش استاده؟ ای خدا، نه، کاراگاهان بزرگ دنیا وقتی توی مسئله گیر میکنن میرن پیش این استاد، بعد میرن جلو. بله. بوق میزنن. بله بله. آره. بله. مفعوف. بله. تا در آن. بله. برو دیره. بله. چیه؟ تو هم ممکنه تو اتاقش راه نده استاد. چرا قربان؟ برای اینکه IQ زیر 150 اصلا راه نمیده تو اتاقش. شاگرداش همه IQ 150 هن. نه مثل تو IQ میگو، اونم میگو سخاری. IQ میگوی سخاری مال تو. من نمیگم تو دستیاره، میگم رانندمی که بلکه رات بده. الان برو اینا رو بردا برو. خوشحالیم جناب استاد. ببخشید یک مطلبی، ما مشکلی برخوردیم در یک پرونده‌ای، اومدیم خدمتتون رمزگشایی کنیم. یک خانمی هست در همسایگی ما، این کیفشو کیف قاب میزنه میبره. بعد ما الان نمیدونیم هر چی میگردیم که از چه راهی میتونیم کیف رو پیدا کنیم. تو بازارم مشابه این کیف نیست که بخریم اینشو بذاریم سر جاش. گفتیم که خدمت شما برسیم. بله بله. سنگینی بارو روی هر دو دست تقسیم کنید.
سنگینی برو هر دو زبر. ببخشید میشه بیشتر راهنمایی بفرمایید؟ آب میگرده جوب و پیدا میکنه. بله بله جوب پیدا میکنه. ببخشید ممکنه یه راهنمایی بیشتری بفرما؟ الان رفع زحمت. هر کفش نوعی اولش پا رو میزنه. ببخشید استاد، هر نوع کفشی باشه مهم نیست. بیرون از اون بره بابا. قربان آب میگرده جوبو پیدا میکنه. خب میدونم آب میگرده جوبو پیدا میکنه. خب آب کجاست؟ خب الان ما باید جوبو پیدا کنیم اول. نه بابا آب کجاست اول؟ جوبو پیدا کنیم که آب تو جوبه دیگه. خب میدونم استاد گفت آب میگرده جوبو پیدا میکنه. حالا جوب کجاست؟ جوب آب میگرده جوبو پیدا میکنه. بین دو تا دست بار رو باید بین دو تا دست تقسیم بکنیم. بله چی رو تقسیم میکنیم؟ بار رو تقسیم میکنیم بعد کفش گفت پا رو میزنه. گفت کفش هر کفش نوعی پا رو میزنه. کفش نوع پا. خب کفش یعنی که کفش میگرده جوبو پیدا میکنه. کفش نه آب میگرده جوبو پیدا میکنه. اون کفش نوع گفت پا رو میزنه. چه ربطی به آب داره؟ خب پس حالا بعد الان ببینیم که آب به جوب برمیگرده کفش نوع پا رو اینا یعنی چی؟ به چی؟ خب یعنی که جوب الان ما پیدا میکنیم. آب میگرده ما میگردیم آبو پیدا میکنیم. نه آب گفت آب میگرده جوبو پیدا میکنه. ما رو نگفت که میگردیم آبو پیدا میکنیم که. خب بعد گفت کفشونو پا رو هر کفشونوی پا رو میزنه. این کفش پس باید بگرده جوبو پیدا میکنه. نه اون آبه که میگه ولش کن بابا. پاشو بریم پیش شقایق خانم این محل جایی که کیفا زدن ازشو ببینیم. بریم نشونه ما بله. سلام شاقای خانم. ببخشید کارگاه پشندی من فرستادن که یه لحظه تشریف بیارید این محل حادثه رو نشونشون بدید. کارگاه پشندی فرمودن؟ بله بله ایشون فرمودن. به کارگاه پشندی بگین که بنده سلام علیکم خوشحالیم خوب هستین؟ قربان شما خوب هستین؟ بله بله. کارگاه من به شما نگفتم که من اصلا این کیفو نمیخوام. من اصلا شما این کیفو فراموش کنید. من درس دارم، کار دارم، امتحان دارم، نمیخوام اصلا این کیفو. بله بله شما اگر میدونستید ما به خاطر این کیف چه رنج ها و مرارت هایی کشیدیم هرگز این حرفو نمیزدید. من نگفتم به شما نمیخوام اصلا. چرا فرمودین متأ این راهیه که برگشت نداره. من تمام این پل ها رو پشت سرم خراب کردم. خواهش میکنم با ما همکاری کنید به خاطر امنیت. چی کار کنم من الان؟ یه توکپا تشریف بیارید محل کیف قاپی رو به ما نشون بدید. ولی دفعه آخرتونه که از کیف جلوی من حرف میزنید. بله بله خیلی خوب وامیستین یه دقیقه من الان میام. دقیقا همینجا بود که کیف منو زد. اینجا؟ بله همینجا. شما مطمئنی؟ بله همینجا. مطمئنی شما؟ بله. ساید برو این اطراف بگرد ببین کیف زنه رو پیدا میکنی. برو تنها برم. برو روز روشنه برو. خب همین روز روشن کیف شقای خانم رو زدن. برو. پس اگه با من کار نداریم من خواهم را خونم. خوشحالی خدافز. قربان این چیه؟ لنگه کفش. لنگه یه کفشه. لنگه کفش چیه اون؟ این لنگه کفشه چی؟ بده لنگه کفشه. برا سلام علیکم. خوب هستین؟ خوشحال هستین. ببخشید شقایق خانم تشریف دارن؟ شقایق خانم مریض بودن، حالشون بد بود، قرص میل کردن و خوابیدن. خوابیدن میشه بیدارشون کنید؟ نه من همچین کاری نمیتونم کنم. خب بیدارشون کنید. من به شما نمیتونم همچین کاری. کفش دزد رو پیدا کردیم. خواهش می‌کنم. سلام علیکم. خوشحالیم. خوب هستین؟ بله. چیکار دارید؟ ما این دزده. این دزده؟ نه یعنی این کفش دزده. خب من چیکار کنم؟ حالا فکر کنید این کفش رو من پای دزدم دیدم. بله ببینید اگر شما این کفش رو پای دزد دیده باشین ما در واقع به چی نزدیک میشن الان وقتی که این کفش رو پای تو حرف ببخشید اجازه بدید من بگم. شما اگه فکر کنید که اون آقا دزده یعنی دیده باشید اون دزد در این لنگه کفش که دست من اون قاعدتا میاد دنبال این لنگه کفشه دیگه. ما کمین میشینیم کمین میکنیم تا اینکه دزده بالاخره میاد دنبال این کفشه. یا اینکه یه سر نخ یعنی تناب میبندیم به این میکشیم بس نمیخواد. خیلی خوشحال هستیم. خوشحال شدیم قربان. ببخشید مزاحم شدیم. خواهش من بخواید چرا دور خودت میچرخی؟
این تنابو بگی محکم از اون ور اون ور جهان سر تنابو میگیری وقتی یا اینجا رو نه این بگیر قشنگ دو دستی محکم یارو که اومد گفتم بکش تنابو میکشی یارو در بره رفته ها خودم تنهایی تنابو بکشم قربان نمیمیری تمن کار مهمتری دارم باید دیدبانی بدم بره. وقتی که گفتم تنابو میکشی یه قدم این کفش میاد جلو یارو میاد جلو بره. کفش میاد جلو یارو میاد جلو همجور قدم به قدم میاد تا میرسه به اینجا بره. فهمیدی چی شد؟ بله بله قربان رسید اینجا می‌ریزیم می‌گیریمش وقت پیش نشون بدم کیف کاپی یعنی چی بله بگیر الان بله. آماده ای؟ بله قربان اومد یارو صبر کن گفتم بکش چرا میپیچی بکش نپیچ اون پیچه بکش تنابو بکش چرا نپیچ اونو بکش الان بکش اینجوری بکش بکش چرا صفر شد آقا صفر بکش بکش اونو سلام علیکم آقا هم شوخی داریم جان شوخی داریم با هم نه خیر من فقط می‌خواستم ببینیم صاحب این کفش کیه همین حالا فهمیدی کیه بله بله قربون شما عرض کنم که کیف ما گم کردیم نه یعنی خانمی چند روز پیش اینجا رد می‌شدن یک کیف قاپی کیفشون رو زده رفته سه شنبه بود بله. روز بود بعد از ظهر بود کی بود روز بود بعد از ظهر بود کی بود صبح بوده بله من یه چی مطلبی بگم اگه این کیف پیدا بشه من 100,000 تومان به شما میدم کیفو میگیرم 100,000 تومان شما اینم علل حساب داشته باشین فعلا بس گفتین صبح بود بله صبح شیفت شهرامسیاه است میدونم کاری کیه شهرامسیاه بله. آره بله میدونم بله. کاری کیه بله. ما الان چیکار کنیم الان بذات واش اینجا من موتور رو بردارم بیارم سری بله سری بیارم بریم میام بگیرم کیفو بیارم بهتون خواهش میکنم بفرمایید شهرامسیاه بشین بریم بله بشین بریم ما بعد بیایم آره بشین بله بشین بریم دیگه قربان بیا برگرد قصبی قربان بشین بشینده منو بگیر 100,000 تومن گفتی زوب زده شدم حاضرین؟ این چیه؟ این جعبه کادوه قربان این جعبه کادوه؟ بله میخواید عوضش کن نه خیر وقت نداریم الان پدر جان آماده این شما؟ آماده هستم اما خب ساید پسی دست گل بله و یه جعبه شیرینی بگیره بردارم ببرم پدر جان من گفتم توضیح دادم 6 ساعت جعبه شیرینی و دست گل نمیخواد حالا اگه رفتیم اونجا یه شیر یه جو قول شیرینی هم خوردیم ایبی داره پدر جان اصلا قرار ما خواستگاری که قرار نیست بریم من توضیح دادم براتون اصلا قرار نیست ما خواستگاری بریم ما این جعبه رو کادو کردیم خب بله کیف شقایق خانم رو گذاشتیم این تو کیف رو که پیدا کردیم گذاشتیم این تو بله اون کیف رو میخوام بریم در خونه انگار اومدیم خواستگاری کادو بردیم اگر تحویل گرفت خوش اخلاق بود خندان بود دعوت کرد تو میریم تو میشینیم شما خواستگاری و ازدواج اینا مطرح میکنیم اگر دیدیم عصبیه و شوخی با کسی نداره و بد اخلاقه اصلا مطرح ازدواجو نمیکنیم میگیم کیفتون آوردیم بدیم میگیم خود که کنترل کنه قیافه نگیره پدر جان اینو نمیگیم میگیم که کیفتون آورده بودیم بدیم اصلا خواستگاری نمیدیم که اومده بودیم کیفتون رو بدیم پس کیف کجاست کیف تو اینه دیگه کیفو گذاشتیم تو این کادو کردیم کیف تو این جعبه هست حاضرین الان بریم حاضرین بریم بفرم پسرم چند بار بهت بگم با این پیردوس رفتار نکن این من میدوتم کیه آخه این موضوع به بگ این پیردوس چه ربطی داره این موضوع آخه بابا جان ربطی نداره به پیردوس ربط نداره؟ نه در بزن بیان بله بفرد سلام علیکم خوش آمدید شما خوبی؟ خیلی 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 خوبی؟
بله؟ بیام تو؟ بفرمایین تو شما ببخشید مهمونیه تو؟ نه خیر، نه چیزه ما... آخه بابا ایشون در جریان نیستن خب؟ شقایق خانم در جریان هستن میشه بگین بیان دم در؟ حالا شقایق امتحان داره امتحانش هم خیلی سخته به من گفته که در اصلا روی هیچ کس باز نکن هیچ کس هم نمیتونم ببینم بله بله نه آخه بگید که یه کاری هست که خود ایشون میدونن بفرمایید شما ببخشید آخه من نمیتونم حس صداش کنم چون خیلی درسش مشکله بعد یعنی پاور کنین کارگاه پشندی من دروغ نمیگم نمیخواد کسی رو ببینه نه نه بگید که از بگید کارگاه پشندی گفت که طبق قولی که داده بودم اومدم بگم که چیکار دارن بگم که چی میدونن خودشون آره بله حتما الان میگم شما یه لحظه تشریف داشته باشید من برمیگردم شقایق وای به حال که یاد رو بگی نه بابا پدر جنده قصب کن یه برو با این روک و رو راست حرف بزن ببینم حرف بزن اصابم خورده من کنم بشه بهش بر میخوره خب بهش بر بخوره یعنی چی تو که مقصر چرا من مقصرم هر چیز من میگم تو یه چیز دیگه داری میگی یا مگه از روز اول نگفتی از این کارگاه اصلا خوشت نمیاد خب الان همینو دارم میگم من حرف دیگه ای دارم نه خب از تقصیر منه به خاطر اینکه دادم این کاغذ رو این جمع کنه وای به حال که یار درو بگی نه بابا پدر جنده قصب کن حالا چیکار کنم مگه ندم در وایسادن حالا بله بفهم برو درستش کن دیگه بابا برای چی میگه عروس گلم؟ خوب کار کردم گفتم عروس گلم بابا جان نمیخواد بگی ما که خواستگاری که نیومدیم که آخه عروس گلم نمیخوام بگم بابا نگو یواش باز میگه عروس گلم ما که نیومدیم خواستگاری کار دیگه داریم مگه تو نگفتی که این دختر منو دوستم داره گفته که لباس قشنگی داری لباس خاکیه من کی گفت بابا کوتابی اجازه بده من سلام علیکم خوشحال هستیم خوبی مرسی با من بابا. کاری داشتین چی شد از دختر قلم عصبانی هستی بخاطر اینکه من امتحان دارم یکم اعصابم خورده بله ببخشید من عرض میکنم مزاحم شد ما یه کادویی هست خدمتتون آوردیم خیلی ناقابل سعید جان بیا این کادو رو بده خانم شما به چه حقی واسه من کادو آوردین؟ بفرمایید قابلی نداره. بله؟ به چه حقی شما واسه من کادو آوردین؟ کادو که چیز بدی نیست خانم. آقای کارآگاه محترم، این خیالای خامو از سرتون بکنیم بیرون. من قصد ازدواج با هیچ احد و ناسیو ندارم. روشن شد یه دور دیگه بگم از اول توضیح بدم. من معذرت میخوام این کادو نیست که شلوغ میکنین ازدواج و فلان اینا. امر بهتون مشتبه شد این کادو کیفتون رو گذاشتم تو این بهتون پس بدم همین ببخشید من برای پس گرفتن کیفتون 10 تا هلیکوپتر کرایه کردم 16 تا تانک 7 تا نارنجک بده کادو رو بریم بفرمایید پدرجون بفرمایید میگم حالا میایین یه چایی میخواین در خدمتتون باشیم ها سلام قورتش بدین دیگه عجله اینی؟ سلام علیکم علیکم سلام خوب هستین؟ مرسی خیلی ممنون مشقاتونن؟ نه خیلی درس های دانشگاه هم آخه چیزه؟ خوشحالید خانم در باز کنید لطفا بله سلام علیکم سلام علیکم خانم اجاره این برجتون رو بدین 10 تا چک من گرای همین اجاره خونه خیلی خوب حالا این چه طرز حرف زدن آقای پیروز همین طرز حرف زدن یکی میبینی خانم یا 150000 تومان میدین یا اساستون وسط خیابونه ای بابا آقای پیروز خودتون ناراحت نکن چشم اجاره خونه شما رو میدیم یکی دو روز به ما مهلت بدید مهلتتون دیروز تموم شد امروز هم اضافه بهتون مهلت دادم دیگه چه مهلتی ببینید آقای پیروز پول شما حاضر آماده بود واسه شقایق ست دندون پزشکی گرفتیم حالا یکی دو روز به ما مهلت بدین چی میشه ببین خانم من رک و پوست کنده بهتون بگم
من 20 تا چکم گروه این اجاره خونه است و الا آخر هفته گوشه زندانم. ببینید شما خودتون عصبی نکنید. یکی کاملش کن. آقای پیردوس بله. ما اجاره شما رو میدیم. ولی یه ثانیه دیگه اینجا نمیمونیم. فکر کنید چه خبره؟ یه گله جا رو اجاره داده 150,000 تومان. ما با این پول میتونیم هتل اجاره کنیم. خدا خیال میکنن اجاره خونه بابا من با همین خونه رو میتونم به یه آدم میلیاردر بدم بیشتر از اینا پول بگیرم. شما مسخره کردید. دارم. پدر جان نرمش میکنی؟ این برات ضرر نداره، پیر شدی شما ها. پیر شدم؟ برای چون اون وسط کشتی بگیریم گردن تو بشکنم وقت پیر شدم. گردن منو بشکنم؟ بله، میخنده. بلای قربونه تو صبونه بخور. کیه؟ آقا پشندی. بله. سلام. آقا کارگاه. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید سلام. آقا جون این اجاره خونه ما رو به ما بده، ما بریم کار داریم. وقت ما رو زیاد از بیشتر از این نگیر. من معذرت میخوام، من اجاره خونه شما دیروز دادم آقای پیروز. اجاره خونه دیروز؟ بله. آقا شارژ ماهیانه رو بده. آقا پشندی بگو ما شارژ ماهیانه رو بده، من کار دارم اعصابم هم داغونه. زود بش آقا. شارژ ماهیانه هم رو کرایه دادم دیروز. آقا جان من انباری هستم به شما دادم، جزء قرار دادم انباریه. آقا انباری رو خالی کن، انباریمو لازم دارم، انباریمو خالی کن. در این مورد با پدرم صحبت کن، من دیرم شده اداره. آقا مگه شما و پدرت و بابات داره؟ آقا انباری رو میخوام من، مسخره کردن. آقا بشندی، آقا بشندی حرف منو گوش کن. آقا من انباری رو ببین، اگه تا فردا خالی نکنی اساس تو انباری رو میریزم بیرون. آقا ببخشید میخوام برم. سلام. سلام علیکم. خوبی؟ علافی دوباره؟ نه همینطور. میرین اداره؟ بله بله. خب برین اداره. امری دارین شما؟ جان نه من کاری نداشتم. بله. ۱۵۰,۰۰۰ تومان پول دادی، قرض دادی به من. بله. ۱۵۰,۰۰۰ تومان پول. برای چی میخوای؟ بابام خیلی عصبانیه. چیکار کنم؟ میخواد خانما رو بندازه خونه بیرون، برم به خانما بدم اجاره خونه شون رو بدم بابا. ۱۵۰,۰۰۰ تومان قرض کنی بره اجاره خانما رو بدی که آقا تو نندازه بیرون؟ بله. خب مگه من اینجوری ام؟ خب خودم میرم ۱۵۰,۰۰۰ تومان جور میکنم میدم خانما که بابات نندازتشون بیرون. شما به این کارا کاری نداشته باش. شما پولو قرض بده. تو یعنی چشو ابروت مثلا خیلی مشکیه؟ خب هست. برو کنار، میخوام رد شم باد بیاد. نه چیکار کنیم حالا؟ خب چی چیکار کنی؟ این میندازه بیرون اینا رو. چه میدونم چیکار کنی. برو کنار. بلدی بری اداره؟ نه. از اینجا میری تو اتوبان دم عوارضی؟ برو. سلام آقا پشندی. سلام. چطوری بچه؟ خوب هستی؟ چی کار داری میکنی؟ دارم نرش میکنم این اساس رو برم بیرون. آقا پشندی یه ۱۵۰,۰۰۰ تومان داری به من قرض بده. پولم کجا بابا؟ خوشت میاد؟ آقا پشندی نمیخوای اینا رو کمکت کنم ببری بیرون؟ برد برو کمک برد. خب اگه اینا رو ببرم بیرون باید ۱۵۰,۰۰۰ تومان قرض بده. کمک برو. پس حل دیگه. برد برو حالا. سلام آقا پشندی. سلام. بیا پس بریم بانک ۱۵۰,۰۰۰ تومان از حسابت بکش بیرون. خوشت میاد ها؟ پولم کجا بابا؟ شما به من گفتی من پول بهت میدم، من کار کردم آقا، پولم رو میخوام. پول بهت میدم. آقا پشندی من زحمت کشم پولم بده، من از اینجا نمیرم. میگم تو مخت که در بیاد پدر در بیاد. ای بابا گردش کسه. واسه چی آقا شما پولم رو بده، من نمیرم از اینجا. آقا پشندی بیا این تابلو عتیقه هست، برده برو. بابا تابلو میخوام چیکار باشن؟ پولم رو بده آخه بابا. پول من ندارم بابا جان. تابلو به درد، پس اون یکی هم بده. من تابلو رو میخواست، من اون یکی هم برم نیخی مراد. بابا فی این تابلو بردونم. خوبه الان؟ الان خوبه؟ خوبه؟ خوبه الان؟ الان خوبه؟ نگاه میکنم خوبه؟ من یه آب و رنگی به این موازه الان خوبه، آب و رنگ آغاز خوب شد دیگه الان. یه ها
150,000 تومان داری به من قرض تو دیبا. نمیخواد به فکر آب و رنگ مغازه باشی. تو اگه ارزه داری ها یک کاری کن سن و سش پول بیاد توی مغازه. آقا کوروش الان خوبه؟ تو بگو خوبه. 150,000 تومان این پول بدی به من یه قرض بده شما. نه خیر آقا ندارم. الان آب و رنگ مغازه چطوره؟ الان آب و رنگ مغازه چطوره؟ خوبه؟ نه تو بگو خوبه؟ خوبه؟ حالا 150,000 تومان اگه پول داری به من. پدی خوبی؟ چقدر فرق یه چکر بیدوز مکریم. چی کار داری آقا پدرام؟ شیر میخوای تموم شد. به سلامت. بابا چی میگه این بابات؟ بابا کوریا بابا پیردست اومدیم بعد 10 سال رفیقمونو ببینیم از دبیرستان. من نیدم تو رو کوریا. تو خودم شده دیپلوم گرفتی؟ دیپلوم گرفتی؟ شیر کیلو چنده؟ بابا تو کل کی اومدیم اینجا شیر بخوام دفعه دوم؟ دیپلوم بگو. دیپلوم گرفتی یا نه؟ بابا کوروش اینجا محل کسبه. یا پشت دخت دنبال کارت باش. ولکن رئیس LCD فلت به درد میخوره یا نه؟ نه خیر آقا، به دردم نمیخوره. نه خیر. تایوانی مشتیشو برات بیارم ها. نه خیر آقا، نمیخوام. خب امروز علی زنگ میزنیم امروز به ازدار، حال دیگه بهت میدم. خب یه سری VHS با وانت بیارم همینجا خالی کنم برات. حل دیگه ها؟ آقا پدرام اینجا محل کسب. اگه جنسم میخوای ببری اول پولشو میگیرم بعد جنسو بهت میدم. بابا چرا اینجوری میکنی؟ گیر میدی؟ گیر میدی. اینجوری نبود. نه نبود. اینجوری شد. آقا کوروش. بله. من حالم خوش نیست، دارم میرم جلو مغازه خود قدم بزنم. بعد گردم آدم متفرقه تو مغازه نباشه. دینو میگی؟ حالا دیگه گفته باشم کسی نباشه تو دارو میگه. دارو میگه. سلام قربان، صبح بخیر. قربان تو فکر شما؟ بله میبینی که هستم. از دست من کمکی ساخته؟ خیره. ببخشید شما الان یعنی من کاری نمیتونم براتون بکنم. عقل من قد نمیده، عقل تو قد میده. آی کیو حق با شماست قربان. تو پول مول نداری؟ پول چقدر میخوای قربان؟ 150,000. برای چی میخواید؟ تو چی کار داری برای چی میخوام؟ خب آخه بالاخره من باید بدونم شما برای چی میخواید قربان. یک کلمه داری یا نداری؟ نه ندارم قربان. خب پس فکتو ببند. بله. ببند الان. بس فکر کنم. بله. ببخشید قربان. اصلا اگه با من کار نداری من برم دنبال کار مساعدم. بایچم. این کلمه آخر دنبال کار چی؟ دنبال کار مساعدم. رئیس امضا کرده منتها مونده که برم بگیرم بقیه. چقدر مساعدت؟ 150,000 تومان. چرا پس میگی پول ندارم؟ آخه هنوز چند تا امضا مونده انجام بدن بعد من برم بگیرم. پاشو من به اعتبار خودم میرم همه امضا رو برات. راضی به زحمت شما نیستم. ببند فکتو خودتو لوس نکن. پاش بریم من به اعتبار خودم همه امضا رو برات انجام میدی؟ انجام. شما خیلی منو دوست داری قربان. آره؟ من احمق نمیفهمم. آره؟ آره. بارو کوری بابات خیلی گیر شده جدیدن. خیلی گیر شده. اگه بدون من تو رو آوردم اینجا پدرم اونو در میاره. هر دومونو. میدونی چرا؟ چرا؟ واسه که دیپلم نگرفتی دیگه. ناراحتی از دسته. دیپلم میخوام برات جور کنم. چه جوری؟ تو چیکار داری؟ میخوای بیارم برات؟ نه خیر من دیپلم نمیخوام. نمیخوای؟ نه خیر. دیپلم این چیه یه ساعت دستت ما؟ چش ببینید. تابلوه. تابلوه این؟ تابلو نقاشیه. چیه این؟ مثلا نقاشیه. تابلوه دیگه. رنگو پاشیده. میخوام آبشون کنم. این آب نمیشه که. نه. چیز. بفروشمشون برات. کی اینا رو میخره؟ یه چیزی میگی ها؟ کی اینا رو میخره؟ میدونی کی اینا رو میخره؟ کی؟ این عتیق بازا. خوراکشون این چیزاست. این مایه‌دارا میخنن خوب این چیزا رو. میدونی؟ این چیزا هستن. ببین ولش کن. 150,000 تومان پول میدن یا نه؟ 150,000 تومان. آره دیگه 150. عتیقه است اینا. آره یه ماشینم روش میدن حتما. ماشین نمیخوام. همون 150,000 تومانو بگی. همون بسه. آره بیا بیا بگو برا. برو دیگه آبش کنم. من منتظرم. بدو باش. بدو خدا سلام علیکم. اینو امضا کن قربونت دارم. من یه دقیقه بده قربان. من تازه فهمیدم شما چقدر منو دوست داری. از کجا فهمیدی؟ میدونم خیلی منو دوست داری قربان. برو دبیرخونه. از کجا فهمیدی؟ برای که اگه اعتبار شما نبود من باید 6 ماه میدویدم از این آقایون امضا میگرفتم. چرا پرت و پلا میگی؟ میگم چه از کجا فهمیدی من دوستت دارم؟ خب معلومه دیگه قربان. شما تمام سعی تلاش میکنی که من مساعدمو بگیرم. مساعدت تو؟ بله بله. این نامه رو باید اونجا امضاشو بدی. یعنی فکر کردی مساعده رو من میگیرم میدم تو؟ یعنی چی؟ خب مال منه دیگه قربون. مساعده تو این مغز تو یکم از پارکینگ درار.
بذار کار کنه یکم. من نمیفهمم یعنی چی. امضا شدی؟ بله از این برا برا این بر ببین کوروش جان، پسرم، پسر گلم، ببین من خیر تو رو میخوام. این یک گل موری که ما تو آسیاب سفید نکردیم پسرم، پشت این هزار تا تجربه است. ببین کوروش جان، من اگه حرفی هم پشت سرت میزنم و خیر و صلاح تو میخوام. همین. خب الان من اینجا رو اینجور دارم گردگیری میکنم، دوست داری؟ خوبه کوروش جان، ببین اون مهم نیست. ها. مهم ببین این یارو چیه، این پسره پدرام. پدی. پدرام. پدی. ببین این پسره اصلا معلوم نیست چی کاره است، کارش کیه، پدر مادرش کیه، اصلا چی کاره. این آدم معلوم نیست با کی سر و سر داره، کجا میره، کجا میاد. آقا تو باید کوروش جان دوره برای این پسره رو قلم بگیری، اصلا دوست ندارم باش معاشرت کنی. میخوای اون دفتر حساب کتابا رو برات پاک نویس کنم؟ دوست داری؟ خوشت میاد؟ چیه با تو دو مرتبه این طرف ها پیدا شد؟ چی شد با؟ آقا الان چی شد؟ آمدیم خداحافظی کنیم من رفیقه همه میخواییم بریم بابا، یا عمره با هم رفیقه مثلا. خداحافظی میخواد بکنه. خیلی خوب آزود باشه. اینا کرده تم میخوام برم، قربونه تو برم. خداحافظ. فدات جم جانم. چیزه این تابلوها رو فروختم. کدوم تابلوها رو؟ اون تابلوهایی که داده بودی دیگه. چند فروختی؟ 20,000. داری بازم؟ چی؟ از همین تابلو عتیقه ها دیگه. مگه عتیقه بود؟ آره دیگه، با مشتریشو دارم. یارو واسه کوبیس جون میده ها. آقا نه الان چه؟ الان نداری؟ نه. داشتی بهم زنگ بزنی ها. باشه. منتظرم. قربونت برم. حکایی نداری دیگه. من چون باید دوری برم. باشه. خداحافظی کنم. خداحافظ. خداحافظ. این شما تموم نشو. الله کرتم. باید ازت. این خداحافظی کردیم دیگه. خداحافظ. باید ازت. چی میگفت کوروش؟ چی میخواست؟ کی؟ همین پدرام دیگه. آقا این پسره چی میخواست؟ خداحافظی کرد. آقا پشنجی جونم سلام. سلام. خوبی آقا پشنجی؟ دست بده من درست کنم. دیگه چه خیالی داری؟ چه خیالی دارم؟ آدم سلام علیک کنم ببینم از این تابلوها بازم داری یا نه دیگه. حالی تابلوها؟ آره. میخوام بخری؟ بله میخوام بخرم. بله میخوام بخرم. چند میخوام بخری؟ چند میفروشی شما؟ 10,000 تومن. دونه 10,000 تومن. یادگاری نمیدی؟ یادگاری؟ برو با پیکاره. برو پیکاره. خب بیا باشه. باشه بیا. 5,000 تومان مال من. 5,000 تومان مال من. 5,000 تومان مال من. بیا من خریدم. من 5,000 تومان خریدم. 5,000 تومان مال من. بازم داری از اینا؟ بازم دارم. ببین هر چند تا داری من میخرم. هر چند تا میخوای دارم. کجا داری؟ در انبار قزوینمه. هر چند تا میخوای بگو ازت بیارم. ببین هر چقدر هست من میخوام دیگه. خیلی خب میارم مثلا. شما بگو من هر چقدر باشه میخرم. چیکار کنی اینا رو؟ این قشنگه، من چیزای قشنگ زیاد میخرم. واسه قشنگی میخرم. فقط برای قشنگی. فقط برای قشنگی میخوام. پس من منتظرم. قربون بله من قربون دستتون برم، اینو شما امضا بفرمایید، من الان رفتم گرفتم دیگه به خدمت شما. ببخش. همیشه ما زحماتمون گردن شماست دیگه، شرمنده. خواهش می‌کنم. خیلی خوب. خواهش می‌کنم. قربونتون برم، خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. 10 تا قسط 18,000 تومانی رو باید باز پرداخت کنی. بله بله. ببخشید. 10 تا قسط 18,000 تومانی. 180,000 تومان یعنی بعد من پس بدم. چرا؟ 30,000 تومان سودشه. قسط اولش هم همین الان باید بدی. بله چشم. اون وقت این مساعده کی بهم تعلق میگیره؟ باید صبر کنی نوبتت بشه. نوبتم بشه. یعنی کی نوبتم میشه؟ 2.5 سال دیگه. شایدم چند ماه دیرتر. 2.5 سال دیگه نوبت وامم میشه، بعد قسطشو بعد از الان پرداخت کنم. آره آره. آقا رو ببخشید، من اصلا دستیارم منصرف شد از مساعده، خیلی متشکرم، نمیخوام. من غلط میکنی، مگه اداره مسخره توئه؟ بله بله. با مساعده موافقت شده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. 18,000 تومان بده تا اخراج نکردم. 18 بعد چش خدمتتون الان من میدم بیشتر. چه وامی شد، چه بدبختی شد. اجازه بدین رسمه. قربان ببخشید الان من 14,000 تومان بیشتر پیشم نیست. من از این 4,000 تومانش رو فردا صبح بیارم خدمت. خیلی خوب، اشکال نداره، بده. بفرمایید. من بیرون. گردن است اینجا. سلام علیکم پدرجان. سلام پسرم، خوبی؟ خوبی؟ شما زنده باشی. خسته مسی جا؟ خستم.
خسم خسم؟ آره چیزی نیست، خستگیم در میره. شما خوبی؟ چطور مگه؟ شما کجا میدونی من خستم؟ معلومه دیگه، من پدرتو هستم. مگه ندارم تو خسته هستی؟ بله خسته هستم. تو جوان بودی؟ بله بله. هنرمند بودی، حالا نمیدونم یادته یا نه. الان چند تا نقاشی هستم تو انباریه. نقاشی میکشیدم؟ اون مال قدیمه بابا جان، الان یه چند تا از نقاشیام فکر کنم تو انبار مونده باشه از قدیم. میدونم، گفتم تو انباریه. بله. بله. حالا اینا رو خریدم برای شما. اینا رو خریدی برای من؟ بله. که چیکار کنم؟ نقاشی کنی؟ نقاشی کنم. خستگی داره. نقاشی کنم خستگیم داره. بله. چرا نقاشی کنم خستگیم داره؟ خب میرم میخوابم خستگیم در میره. خب بابا اینا نقاشی کن، دونه 2000 تومان ازت میخرم. من نقاشی بکشم شما اینا دونه 2000 تومان از من میخرید؟ 2000 تومان از شما میخرم. بله. اجازه بده. یعنی من 75 تا از اینا بکشم میشه 150000 تومان. 150000 تومان بهت پول. شما پول میدی؟ بله. اون وقت چه جوری باشه؟ چی باشه؟ خاکی میخوام باشه، خر خاکی میخوام باشه. مثلا من اینجا نشستم مثلا که من نباشه. خر خاکی باشه. خر خاکی باشه. آره. عتیقه یعنی عتیقه خاکی. باشه. برای چی؟ اون دیگه به تو چه زد برای چیم؟ آمو چکرم برای چشمم میکشم. چشم سلام آقا پشندی، کاری داری؟ با شما خیر، با پسرت کار دارم. آقا کوروش، مثل این که اینجا همه با شما کار دارن، این مغازه مثل که شده پاتوق شما. کاری داری شما؟ کاری که ندارم. گولم خب کاری که ندارم. بله مرتضی؟ بله. یه مشت آبرو سبارتم از قصبی بردم بیارم. من نمیشتم. یه مشت آبرو سبارتم از قصبی بیارم بسن. آها، دستتون درد نکنه. دستم درد نمیکنه. پولش آماده است. شما به اونش کاری نداشته باش. برسه ردیفه، پول برسه. تابلوها برسه. تابلوها میرسه. خب. فقط پولش آده بشه، من لعی نمونم آه. نه نمیمونی، گولم نمیخوری. خداحافظ شما. آقا کوروش، ببین من نباید بفهمم اینجا چه خبره. آخه من نباید بفهمم توی مغازه چه خبره. آقا کوروش خبری نیستشو. خبری نیست که نشد. من به تو بگم خراب بکنی گیر بیافته کوروش، رو من حساب نکنی. این سمبوس فروشه جزو گروه مافیا است. خطر داره، من تهدید داره. داری میمیری جانم. بدون اینکه برگردی منو نگاه کنی به نشخوارت ادامه بده. بر نگرد. خطر داره، من تهدید میکنه. این یارو سمبوس فروشه جز گروه مافیا است. بدون اینکه برگردی منو نگاه کنی به نشخوارت ادامه بده. بر نگرد. خطر داره، ما رو تهدید میکنه. یارو سمبوس فروشه جزو گروه مافیا است.